میخوایم بریم سراغ مقایسه و بررسی دو تا از پرو کنترلرهای بزرگ شرکت های پلی استیشن و ایکس باکس، دوال سنس اج و الیت سری 2 ایکس باکس رو میخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم و بررسی کنیم. از کارایاشون براتون دیگه نمیذارم، اگر ندیدین کارایاشون رو که چه قابلیت هایی دارن، الیت سری 2 و دوال سنس اج رو بنرش رو حتما این بالا میذارم، بریم به ویدیوهاش سر بزنیم که قابلیتش رو خواستیم ببینیم. فقط میخوایم جنسشون رو ببینیم و بذاریم کنار هم دیگه، ببینیم چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن و چقدر جنسشون با هم دیگه فرق میکنن، کدوم بهتره کدوم بدتره و آخر سر یه نتیجه گیری کلی میکنیم. حتما ادامه این ویدیو رو ببینید، با من همراه باشید. اصلی ترین چیز رو داشت یادم میرفت، اسپانسر برنامه. یه تشکر رو کنم از اسپانسر برنامه، فروشگاه PSIR که کارشون فروش انواع و اقسام کنسول‌های دستی و کنسول‌های خونگیه. همچنین بازی‌های مختلفی دارن، کلن میتونین به سایتشون سر بزنین و هر چیزی که خواستین رو بخرین. یه چیز دیگه ای هم که خیلی جالبه و توشون هستش اینه که کنسول‌های دست دوم هم میفروشن، میتونین راحت خریدتون رو بکنین و با خیال راحت مهلت تست بگیرین و کاملا اگر اتفاق چیزی واسه دستگاه بیفته جوابگو هستن و پاسخگو هستن، میتونین عوضش بکنین آنن. بریم ادامه این ویدیو. ما اینجا دسته الیت سری 2 داریم و دوال سنس اج پلی استیشن رو با هم دیگه می‌خوام باز کنیم. اول از الیت شروع بکنم، بهتون بگم که الیت چجوریه اینا. اول بزنین از کیسشون شروع بکنم که جنسشون چه فرقی با هم دیگه داره. جنس دوال سنس به نظر من خیلی بهتر و مقاومتر و محکم‌تره نسبت به الیت. الیت انگار بارون رو به خودش میگیره، حالا چیز نمی‌کنه ها اونقدر، ولی یه جنس پارچه‌ای طوره برزنتیه به این صورته، ولی دوال سنس اینجوری نیست و خیلی محکم و مقاومه و اصلا کلن بارون هم اگر روش بگیره از نفوذی چیزی نمی کنه، ولی روی خود الیت 2 نفوذ میکنه بارون، اگر از لحاظ بارونی رو اینو بخوایم بگیم. و پشتشون برای شارژ الیت یه حفره به این کوچیکی داره، کلن یه سوراخی داره که بازش بخوایم بکنیم همینقدر کلن، ولی برای دوال سنس به خاطر اون گیره‌ای که داره که بخوام بهش وصل بکنی یه چیز خیلی بزرگیه و چسبی هم هستش. وقتی بخواد این دریچه‌اش رو باز بکنه می‌بینین صدای چسبیه کلن، بزرگتره. ولی اون چیزه رو هم بهش بزنی، حالا یه خوبی که داره این قفله رو که بهش بزنی دیگه به هیچ عنوان کنده نمیشه وقتی بخوای لاکش بکنی. ایکس باکس الیت سبدش خیلی بزرگه نسبت به دوال سنس اج، که سبد خیلی بزرگی داره که میتونی سیمتون رو بذارین، سیمش هم کنفیه و 2 متره دقیقا مثل خود اج. اج هم براتون الان باز بکنم اونم ببینیم. اج ولی اینطوری نیست، اونقدر یه ذره کوچیکه، یعنی قشنگ نصفش رو این قابه گرفته و بعدش
یه نصفه بالاست که میتونی سیم رو توش بزنی که سیم هم به زور توش جا میشه، یعنی اگر با فشار و هزار بدبختی و این را توش سیم جا میشه بخواییم بزنیم. از لحاظ قطعات و چیزایی که دارن این دوتا دسته، خب الیت وسیله هاش بیشتره، یه آچار داره همونطور که میبینیم واسه شل کردن، صفر کردن شوکاس، استیکاس که میتونی استفاده بکنی. سه تا حالت داره، لوه، میدیوم و هارده که خیلی دیگه محکم میشه، و این دیپداشه که میتونی استفاده بکنی، یه دونه اینجوری داره، یه دونه به این شکلی که خود دیفالت خودشه دیگه. کلن خود استیکا 1, 2, 3, 4 نوع مختلف دارن. دوتاش اینجوریه که زبر دورشون، دوتاشون هم اینجوریه که هم مثل حالت اینه ولی زبر نیستش دیگه، کلا اون زبریه رو نداره، یعنی دستتون رو این لیز میخوره. یه دونه حالتش هم هستش که کلا اصلا شکلش فرق میکنه، یه حالت بیزی طور دایره‌ای داره روش، ولی روش سه تا رد داره که لیز نخوره دست دستتون، یا مثلا اون شوکوکی گرفتین لیز نخوره. یه دونه دیگه‌ش هم هست که به نظرم واسه بازی ریسینگ و ایناست، خیلی بلنده ولی زبریه رو داره دیگه کلا، یعنی از همین جنس خود اینه ولی بلنده، یعنی فرمش این شکلی میشه کلا واسه بازی ریسینگ و اینجور چیزا خیلی به کار میاد به نظرم. و دکمه های پشتش هم 4 تا هم. برعکس اج این 4 تا دکمه داره، یعنی 2 تا دکمه اضافه تر داره کلا. حالا این دکمه های RTLTش که هیچی که جفتشون دارن در موردشون صحبت نمی کنم، 4 تا داره، 2 تا دکمه اضافه تر هم داره واسه یه زدن خود این چیزا، دکمه ها این 4 تاست کلا. یه چیز جالب دیگه ای که الیت داره و دوال سنس اج نداره، این جای شارژه. من خودم خیلی این رو باش حال کردم و خیلی چیز کار درستی کرده بود. اینو جداگونه هم شما میتونید در بیارین، بذار من کیسو بردارم کلا. اینو جداگونه شما اصلا میذارین روی زمین به این صورت و این رو میذارین روش و شارژ داره و میتونین شارژ بکنین باهاش. اینطوری میشه یعنی کامل، و میتونید بزنید روی زمین و مگنتی هم هست قشنگ، ببین میذارید روی زمین خودش راحت میچسبه بهش. اینش خیلی جالب بود وقتی که من دیدم. بعد یه چیز جالب دیگه هم هست توی خود کیسم، این حتی مگنتی میچسبه بهش، یعنی بذارید ول کنین اصلا دیگه جابجا نمیشه کلا. یه حکمه پایه رو داره که خود از توی خود کیس هم بخواین شارژ بکنی از طریق همین شارژ میشه. این خیلی جالب بود، من خیلی اینو دوست داشتم اینا. ولی سراغ دوال سنس بخوایم بریم، این چیزایی که توی اج گفتم رو نداره و اصلا نمیخوام بگم که من طرفدار پلی استیشن نیستم، نه، من بیشترین تایمی که پلی دادم تو زندگیم با پلی استیشن بوده، از 1 و 2 و 3 و 4 و 5 گرفته به خیلی زیاد. کلا خودم با پلی استیشن بودم همیشه تا با ایکس باکس، یعنی میخوام اینو دارم توضیح بهتون میدم که فکر نکنید که مثلا میخوام فن بوی بازی در بیارم یا از چیزی بخوام طرفدار بکنم، اینجوری نیست. کیفیت دوال سنس اج وسیله هایی که داره فاجعه است، فاجعه است نسبت به الیت. اولا که این استیکاش کلا وقتی که میخواد جدا بشه پلاستیکیه و خار داره، یعنی باید جا بزنید. این به مرور زمان یه دفعه می‌بینید یه شکستگی یه چیزی واسهش پیش بیاد، یعنی باید بزنین بعد فشار باید بدین، اینطوری یه تقی صدا میده و بعد باش کار میکنی. یعنی خود کلن همشون همین جوری هست. بزنم دوربین رو بتونم فوکوس بکنم روش. یه جنسش اونقدر جنس مرغوب و درست و حسابی نیست نسبت به الیت. الیت مگنتیه، یعنی کلن میخوای باهاش کار بکنی اصلا مگنته کلن. اینطوری ولش که میکنی الان همینطوری چسبیده، میبینی آهن رباییه. فوکوسه اگه لعنتی بگیره تق میچسبه، یعنی حتی برعکس هم من بخوام بذارم این خودش
سری میره داخلش. اصلا بعد مگنتش هم خیلی قویه، خیلی قویه. الان خود مثلا همین دیپدر رو نکن، اصلا نکن، خودش آنن میچسبه بهش، انقدر محکم و خوبه. ولش میکنم میچسبه. جنس خود الیت رو من خیلی بیشتر دوست دارم نسبت به دوال سنس. حالا کلن کاری ندارم به این که چجوری اصلا از لحاظ کیفه، ولی قیمتاشون با هم دیگه یکیه کلن، و نسبت به قیمتی که دارن و این کیفیتی که الیت داره رو واقعا توی دوال سنس ایج من ندیدم اصلا. وقتی از نزدیک دیدم فکر کردم الان با یه کنترلر خیلی خفن طرفم که خیلی باحاله و اینا، ولی اصلا اینجوری نبود. نسبت به تجربه ای که با الیت داشتم از دسته معمولیش تا به این، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنن. یعنی وقتی الیت رو با دسته خود معمولی ایکس باکس سری ایکس و اس بخوای مقایسه بکنین، زمین تا آسمون فرق داره، و وقتی بگیرین دستتون کامل متوجه میشین. ولی توی دوال سنس اچ همچین حسی رو من نداشتم راستیتش، و عجیبه برام که قیمتش هم خیلی گرونتره. حالا به خاطر اینکه تازه اومده توی بازار شاید اینجوری باشه، بیاد پایین شاید هم نه، اونو نمیدونم دقیق. از لحاظ کیفیت به نظر من الیت حرف اولو میزنه، و خیلی بهتون بگم که حتی 20 پله بالاتر از دوال سنس اچه. و اگه جز آدمایی هستین که میخواین بگیرینش، به نظر من این کارو نکنین و اج رو فعلا نرین سراغ. شاید یه کنترلر جدیدتر بده، تجربه اول پلی استیشن بوده، و به نظر من همچین آش دهنسوزی نیست. کلیتش رو بهتون گفتم از لحاظ کیفیت و اینا. من تنها چیزی که توی دوال سنس نسبت به الیت 2 خیلی میپسندم کیسشه، که خیلی با دوام و اوکیه. هم لوازم الیت بیشتره نسبت به دوال سنس، از این پایش گرفته تا این چیزایی که داره، آچار و بامپر و این مختلف تمام این شوکاش و اینا نسبت به الیت. الیت الان فقط این دوتا رو داره کلا که متفاوتن با هم دیگه. این دوتا هم که پلاستیکی هم هستن، یعنی کلا پلاستیکی، که حالا نمیگم که این خیلی اوکی و اینا، یه فلز بودن این خیلی اصلا یه حس خیلی خوبی میده. حالا نمیگم این پلاستیک بودنش بده ها، چون دارم با هم دیگه مقایسهشون میکنم میگم، خود این کیفیتش اونقدر جالب نیست نسبت به الیت 2. این استیکا رو داره 4 تا، که دوتاشون با هم دیگه فرق میکنن. این دوتا با این میشه 3 تا کلا فرقشونه از لحاظ اینا، فقط از لحاظ بلندی و اینا کلا فرق میکنن. یکیشون بلندتره یکیشون کوتاه‌تره، و اینا روشون هیچ فرقی نمیکنه. اگه روشون برام بخواد فرق بکنه اینه که یه ذره متفاوت تره کلا. بعد این ور بزنیم جا بزنم، این ورم خود دوتا وامپر داره، که حالا دوتاشون اینجوری هن، دوتاشون هم به این شکل هن، که میتونین استفاده بکنین ازشون کلا نسبت به الیتی. دوال سنس پشتش مگنتیه، خب فقط همینه که مگنتیه، یعنی میچسبه بهش کامل اوکی میشه. حالا اونم به خاطر اینه که مثلا نمیدونم خار نمیتونستم بذارن و اینا، ولی اج فقط این دوتا پشتی هاست که مگنتیه. ولی روی خود الیت اصلا کلا میذاری روش این چیزا رو جا میره کلا. خود بامپر هم همینطور. الان نگاه کنیم مثلا اینو من میخوام جا بندازم، همینطور میذارم روش خودش جا میره، اصلا بدون اینکه بخوای کاری بکنی خودش جا میره، یعنی یه اشاره میره داخلش. ولی اینا اینجوری نیست دوال سنس ایج. یه ذره فرق داره، اونقدر اذیت نمیکنه ها که بخوام بگم خیلی اذیت میکنه اینا، ولی جنسش و راحت بودن در آوردنش و اینا خیلی اوکی تره نسبت به ایج. الیتو میگم، الیت خیلی راحت تر هم چیز میشه برداشته میشه، همین که راحت تر میتونین بذارینش نسبت به دوال سنس. یه چیز جالب دیگه هم که بخوام توشون بگم، این آردو الدوی ایج با RTLT الیت، کیفیت این رو من خیلی بیشتر دوست دارم. یه جنس
فلزی خیلی باحالی، جنس خیلی خوبی داره نسبت به اج، خیلی باحال تره نسبت به آردو الو. میگم دیگه این دقیقا همون حس خود کنترلر دوال سنس معمولی رو میده، یعنی هیچ فرق آنچنانی نمی کنه کلا. بریم برای جنبندی یه صحبتی در موردشون بکنیم و ببندیم ویدیو رو. اگه یه صحبت کلی بخوام در مورد این دوتا کنترلر بکنم، خب حالا میدونم که کلا الیت رو نمیشه به پلی استیشن زد و اج هم نمیشه به ایکس باکس و اینا زد، جفتشون کلا با هم دیگه فرق میکنن، ولی از لحاظ جنس و کیفیت من خودم الیت رو ترجیح میدم نسبت به کیفیتی که داره. میگم من قبلا با این کار کردم و میدونستم چجوری و اینا، و موقعی که اج دستم رسید و با اج کار کردم مثلا شوک شدم نسبت به کیفیتش. خب اصلا توقع نداشتم که یه چیزی بزنه که دقیقا همون حس دوال سنس رو بهتون میده، یعنی هیچ تفاوتی نمیکنه. ولی خود دسته الیت دو فرقی خیلی زمین تا آسمون با خود دسته های سری ایکس و اس، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنن. یعنی بگیرید دستتون کامل متوجه میشین که اوه چقدر فرق کرده، چقدر متفاوته. من خودم وقتی که دوال سنس رو تجربه کرده بودم، یعنی دسته معمولی پلی‌استیشن 5 رو، و وقتی اج به دستم رسید تفاوتی توش ندیدم، یعنی اونقدر مثلا هیجان زده نشدم براش. فقط رنگی که واسه این تاچ پدش اتفاق افتاده و کلن این فانکشناش که واسهش اومده، این یه سری قابلیت بود که بهش اضافه شده، ولی فرق آنچنانی نسبت بهش ندیدم. نسبت به میگم حسی که به این داشتم، و نمیگم خود من طرفدار اینم چون اینو خیلی دوست دارم طرفدارشم، نه اینجوری نیست. من تو زندگیم کلا فقط پلی استیشن بیشتر پلی تایم، بیشترین پلی تایمی که دارم فقط با پلی استیشن بیشتر موقع ها. چی بشه گهگداری مثلا برم سراغ گیم پاس یک سری از بازی ایندی و اینجور چیزا جدید بیاد بازی بکنم، یه بازی رو خیلی تعریفشو بشنوم برم سراغش، بیشتر خودم با پلی استیشن کار میکنم. یعنی اگه بخوام بگم که مین اصلی کل مثلا کنسول اصلیم چیه، پلی استیشن 5 کلا با پلی استیشن بیشتر بازی میکنم، کلی هم توش بازی و اینا دارم، اونقدر که توی این بازی دارم تو هیچی بازی نداشتم کلا. ولی از لحاظ جنس من نمره قبولی رو به الیت 2 میدم. از لحاظ جنس و کیفیت اگه بخوام نمره بدم واقعا به الیت 2 میدم، که از لحاظ جنس خیلی یه سر و گردنم شاید بیشتر از اج باشه و اونجوری که باید میبود نبود و من دوستش نشم و قیمتش خیلی بالاه. اگر قصد خریدش رو دارین صبر کنید، احساس میکنم که مثلا تجربه اول پلی‌استیشن یه چیزی زده، شاید تو دفعات بعد یه ذره جبرانش بکنه، اشتباهاتش رو برطرف کنه، مثلا همین کاری که توی کنسولاش و سریاش و اینا داره انجام میده. کلا اینم تجربه اولش بوده و اونقدر آش دهن‌سوزی نیستش که بخواین 13-14 میلیون پول این دسته رو بدین پولتون رو حفظ بکنید. خیلی پوله. حالا خود الیت با طولانی مدتی که هستش، همین از اینکه بکنم 2 سال شده که الیت هست، قیمتش 7 تومن 8 تومنه، خود من خیلی پایین تر از اینو خریدمش، قیمتش پایین تره، ولی اج خیلی گرونه و پولتون رو الکی به نظر من دور می، نمیخوام بگم دور میریزین ها، فکر کنی که مثلا چیزی اونقدری که فکر میکنین تفاوت با دوال سنس معمولی نداره و فقط این بامپرهای پشتشه و همین. اونقدر فکر نکنین که با یه چیز خیلی هیولایی نسبت به پولی که میخواین بدین طرف میشین، نه اونجوری نیست و حیف میشه پولتون. پول یه دستگاه سری S که میتونین با گیم پس رو بدین کلی حال بکنین. این کارو نکنین اگه خواستین بخرینش، فعلا عجله نکنین توی خریده، شاید قیمتش بیاد پایین، شاید محصولات بهتری بده، هیچی معلوم نیستش. ولی من میگم ارزش خرید نداره و این کارو نکنید، نخریدش. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین، امیدوارم که تونسته باشم کمکتون بکنم. اگه قصد خریدش رو داشتین بدونید که کدوم رو بگیرین، چی کار بکنین. اگه ایکس باکس دارین تو خرید الیت 2 اصلا شک نکنین، کلا خیلی دسته با کیفیتیه و خیلی درست حسابیه، برین بخرینش. ولی اجو یه ذره من مخالفم باش که بخواید 13-14 میلیونش بوده. دمتون گرم که ویدیو رو نگاه کردین، خیلی مخلصم، بازم با لایکاتون و کامنتاتون کلی انرژی میدین به من. مرسی که هستین، تا ویدیوهای دیگه فعلا خدافظ.